تکلیف شماست که باید انجام بدید که بریم ببینیم یک ارز چیه چی کار میکنه به چه دردی میخوره چه مشکلی رو چه چه معضلی رو داره از بشریت حل میکنه اگر یک شرکت یا یک ارز یا یک پروژه ای هیچ مشکلی رو از آدم ها حل نمیکنه مثل دوج کوین که خیلی بهش علاقه دارین این ارز عرض هیچ ارزشی نداره این شرکت هیچ ارزشی نداره آره قیمت ها بالا پایین میرن اما ارزش که در طولانی مدت خودشون رو نشون میدن دنبال چیزی بگردید که ارزش داره و میگم این وظیفه شماست که تحلیل بکنید من سعی میکنم هفته یه دو ارز رو با هم بشینیم و دقیق تحلیل کنیم ولی برید مقالهشون رو بخونید حرفاشون رو بخونید ببینید چی کار دارن میکنن به کارش کاری که میکنن خیلی رفت داره ایوس مثلا یکی از ارسایی که با هم بررسی کردیم برید نگاه کنید توی ویدیوهای قدیمی توی پلی هم میتونید ببینید که ایوس رو فاندامنتال نشستیم با هم بررسی کردیم الان تکنیکالش رو با هم نگاه میکنیم لایت کوین رو رو تحلیل میکنیم لایت کوین رو میبینیم چش بی تی اس چش یه چیز دیگه هم بگم دوستان من آلت کوین هایی که تحلیل میکنیم محدوده 10 تا 11 تا آلت کوین رو تاش برسیم تحلیل کنیم با هم هر آلت کوین دیگه ای رو به احتمال 99 درصد نگاه کنید نمودار شبیه یکی از اینا که داریم تحلیل میکنیم خب پس تک همینجوری دونه دونه به من نگین آلت کوین ها رو اگر ببینید شبیه یکی از این ده تا نیست اون موقع من بگین که جداگانه بهش برسیم بسیار عالی بریم سراغ قسمت آلت کوین هامون قسمت آخر 15 دقیقه وقت داریم میخوایم به آلت کوین ها برسیم تحلیل تکنیکالشون ببینیم اوضاع از چه قراره خب شروع میکنیم شروع میکنیم اولا چیکار میکنیم اولا تایم تایم فریم اون رو میبریم تایم فریم دو ساعته بیت کوین رو یادمون میاد کجاست بیت کوین یک بازگشتی رو داشت یک پرچم داره تشکیل میده بریم به از لایت کوین شروع میکنیم خب لایت کوین هم دقیقا همین اتفاق داره واسش میفته لایت کوین به دلار رو اگر نگاه کنیم این خط روند قدیمیمون رو اگر یکم ادامه بدیم میبینیم اتفاقی که افتاده چی بوده این بوده که این خط روند شکسته شده تست شده و الان داره ادامه حرکت میده اینجا نقطه ورود فوق ای بود 170 دلار الان 190 دلار یکم شاید دیر باشه کماکان بسته به این داره که چه مدت میخواین ارزتون رو نگه دارین اما آلت کوین ها رو که نگاه میکنیم نسبتشون رو به بیت کوین میسنجیم و برام مهمه یادتونه چند بار من گفتم آقا لایت کوین این پایین خیلی خوبه بخرید این این خطا این خط خطی هایی که اینجا کردم از همین موضوع مونده لایت کوین این پایین خیلی نسبت به بیت کوین ارزون بود داره کم کم از دستمون در میره دوباره یک شکست تست ادامه حرکت دیدیم لایت کوین این بالا جایز که کم کم باید به فکر این باشیم که دیگه اضافه نکنیم به پوزیشنمون کجا به فکر این باشیم که از پوزیشن لایت کوینمون خارج این بالا خیلی هم ببین الان کجا این؟ ببینیم به کجا قرار برسیم فاصله رو ببینید هدفاتون رو در نظر داشته باشید که نترسید از حرکت های سریع بازار ایوس چی؟ ایوس هم, ایوس هم جای خوبی است ایوس هم جای خوبی بود دو بار این کف سمایز دو دهم رو تست کرد من این بالا موقع بالا رفتن تو سه و دهم ده خریده بودم این بالا اینجا ازش خارج شدم الان دوباره واقعا موقعیت خوبی بود برای خرید در سه دهم ده به نظر میاد که دوباره موقعیت خوب به پایان رسیده دوباره اگه بخوایم یه خط روندی بکشیم من این خط روند رو میکشم یه کمی هم پررنگش میکنم که شما هم بتونید بهتر ببینیدش خط روند نمودار دو ساعته چی داریم میبینیم؟ یک برخورد، دو برخورد، شکست، تست، ادامه حرکت دوباره اگر ادامه حرکت ادامه داشته باشه تا از بالای 4 دلار دوباره میتونیم مشاهده یک حرکت بزرگتر باشیم. ایوس به بیت کوین، نسبت ایوس به بیت کوین چیزی که ما نگاه میکنیم این خط روندی رو داشتیم خط روند شکست اومد تست کرد این مقدار پایین رو و الان داره میره که بشکنه موقعی که شکسته بشه واقعا جالب خواهد بود هر چند, هر چند هم تو پرانتز بگم من انتظار دارم که اگر قرار باشه آلت ها حرکت بزرگی بکنن بعد از حرکت بیت کوینه یعنی اگر بیت یک حرکت جدی بکنه شروع کنه به صبر کردن اونجا تو این ناحیه ناحیه است که در واقع ها شروع به حرکت میکنن پس خیلی عجله نداشته باشین روی آلت کامپاند رو داریم کامپاند هم همینطور در هفته پیش در دو سه روز اخیر در حال افزایش بود خیلی قوی این در واقع لاین رو شکست الان داره دوباره چی تشکیل میده پرچم تشکیل میده ببینیم که آیا پرچمش به بالا میشکنه برای یک قدم دیگه یا خیر دات یکی از قوی ترین ارزها ببینید اصلا هیچ وقت ضعف نشون نداد از خودش هیچ وقت ضعف نشون نداد از خودش خیلی وقته که زیر 30 دلار رو ندید زیر 28 دلار رو ندیدیم بسیار بسیار ارز قوی به نظر میاد از کجا میشه فهمید این قدرتش رو نسبت دات به بیت کوین میتونه این حرف رو به ما بگه میبینی که برخلاف همه ارزهای دیگه نسبت بیت کوین که نزولی بودند همه ارزهای دیگه به بیت کوین که نزولی بودند دات به بیت کوین سعودی بوده و به نظر سعودی سعودی باقی خواهد ماند آیا این یک گوه جمع شونده است آیا یک مثلث جمع رو به بالای و آماده شکست به سمت پایین یک خطرناک به نظر میاد طبیعتا اینجا نقطه خرید نیست طبیعتا نقطه خرید نیست برای دات دات رو میخواستیم بخرین اینجا باید میخریدین با مکسیموم 32 دلار باید میخریدین الان دیر میتونیم سب کنیم که برگردیم لینک رو هم ببینیم لینک هم این خط روند رو شکست ببینید چقدر تمیز خط روند رو شکست اومد بالا تست اومد بالا اول اینجا رو تست کرد بعد اومد بالا یک تست دیگه دوباره ادامه حرکت دوستان بازارها به خط راست حرکت نمی کنند آماده, هر... آماده این جهش ها باشید این جهش ها از بازی بیرونتون نندازه دوباره لینک به بیت کوین چیزی که برای ما مهمه این روند رو یادتونه مدت ها توش بودیم این روند بالاخره ببینید با چه قدرتی شکسته شد این روند رو ببینید با چه قدرتی شکسته شد تست کرد و داره میره ببینیم که این رفتن آیا اتفاق میفته یا خیر نگاهمون به قله های جدیدی است در لینک به بیت کوین ریپل رو داریم دوباره یکی از ارزهایی که خیلی جذاب نیست خیلی مورد علاقه من نیست دلیلش هم واضحه ببینید. ببینید به چشم دلیل واضحتر تر ریپل به بیت کوین یک روند اکیداً نزولی چرا باید بیت کوین نگه ندارید و ریپل نگه دارید که این سوال رو به من جواب بده چون یه روزی انقدر رفته بالا چون یه روزی انقدر رفته بالا واقعا به نظر من دلیل قانع کننده این نیست اما BNB بی, بی بی, ان بی هم میدونم یکی از ارزهایی که خیلی دنبالش هستید دیروز این خط روند سبز رنگ رو کشیدیم این این از قبل داشتیم این یکی خط روند رو دیروز کشیدیم خب این خط روند دیدیم که سومین برخورد رو داشت نگه داشت خودش رو خیلی تمیز خیلی زیبا این خط روند سبز رو کشیدیم و چی دیدیم دیدیم که از اینجا شکست جایی که خط روند شکسته میشه رو یه خط افقی اگه ازش بکشیم معمولا در ادامه تبدیل به حمایت میشه خب تکرار میکنم خط روند نزولی جایی که قیمت میشکنه و احتمالا برمیگرده به اون نقطه‌ای که به اون قیمتی که شکسته که همینجا دقیقاً داریم می‌بینیم دوباره حالا نمیشه یه که دیگه تحلیل کرد میشه گفت آقا نه این شکست اتفاق افتاد برگشت یکی خط روند پایین رو مونو تست بکنه بله این هم همون حرف هست به زبانی دیگر BNB بی بی به بیت کوین BNB بی بی به بیت کوین ببینید چقدر قشنگ داره کانسولیدیشن میکنه چقدر قشنگ داره صبر میکنه منتظر شکستش هستم من اگر بخواد اتفاق بیفته کماکان ترجیح هم اینه که BNB ان ارزون رو پیدا بکنم برای خرید BNB بی ان 130 دلاری 140 دلاری رو انتخاب پیدا کنم برای خرید اگر نشه واردش نمیشم اگر بشه که خب چه بهتر پایین برای ما جذاب خواهد بود کاردنو یه اول کاردنو به دلار رو ببینیم کاردنو به دلار چه اتفاقی داره میفته این خط روندی رو یکم کرکسیفه ولی خب از من قبول کنید اما خط روند دیگه ای که داریم بهش توجه می من دارم بهش توجه می این خطه خب این خط وقتی شکسته بشه منتظر چی میمونیم منتظر میمونیم که برگرده این قیمت رو تست بکنه و اینجا وارد عمل میشیم خب بیایم توی کاردنو به بیت کوین قشنگتر دیده میشه دوباره همون خط دیده میشه اینجا همون خط دیده میشه دوباره اینجا منتظر چی منتظر شکست تست و ادامه حرکت هستیم اوکی قبلا هم داشتیم اینا رو این خط روندی هایی که شکسته تست و, ادامه حرکت دیده شد توشون آه... چون ملت ما بی پول توان خرید بیت کوین رو ندارن کی هم چه حرفی زده کی هم حرفی کی... کی, گفته شما نمیتونید یک میلیون بیت کوین بخرید شما هر کسری از بیت کوین رو میتونید بخرید چرا فکر میکنید بیت کوین 50000 دلار پس بعد 5000 50 دلار پول داشته باشید بیت کوین بخرید نه اصلا اینطور نیست من چند تا سوال جواب اکس امار. اکس امار هم ببینیم مور... مونرو اگر تلفظش رو درست گفته باشم XMR مونرو هم یکی از ببینید وقتی میگم ارزهایی رو دنبالش بگردید که ارزش دارن منظورم اینه اصلا مونرو یکی از ارزهایی است که واقعا ارزش داره چرا چون شما میتونید توش معاملاتی داشته باشید که واقعا انونیموسه معاملاتی داشته باشید که هیچ کس نمیبینه هیچ کس متوجه نمیشه کی به کی پوله خب این یک ارزش آفرینیه چیزی که ارزش آفرینی داره میکنه ارزش نگه داشتن داره خط روندی اینجا کاملا به وضوح مشخصه توی 8 ساعته دارم نگاه میکنم بیایم توی 2 ساعته ببینیم چه خبره دو ساعته این کانال رو داره شکل میده کانال جالبیه این کانال رو داره شکل میده ببینیم آیا میشکنه به سمت بالا یا نه مونرو معروف به اینکه یه کمی تاخیر داره نسبت به عرضهای دیگه من ترجمه که منتظر بمونم یک در واقع حرکتی توی ارزهای دیگه ایجاد بشه و بعد این مونرو رو دنبال کنیم 230 به بالا فکر کنم که حساب بشه